سرخط خبرها. آغاز اجلاس کشورهای عضو قلب آسیا در تاجیکستان، رئیس جمهوری با شرکت در این مراسم در مورد تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و صلح افغانستان صحبت می‌کند. در این پروسه ما هستیم که اولویت‌های خود در اصل قرار می‌دهیم. با تجارب 20 ساله که ما داریم در این پروسه، تصاحب ما باعث ازی شده که اعتماد ایجاد شود. امرالله صالح میگوید طالبان ولسوالی جوند ولایت بادغیس را محاصره غذایی کرده است. و سطح تازه تنش‌ها میان چین و امریکا، وزیر خارجه امریکا بیجینگ را دشمن کاخ سفید خوانده است. مسئله را در یک سطح ساده سازی نکنیم. جهت های خصمانه بر روشنی و به طور فزاینده در این رابطه وجود دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور شما بیننده عزیز و ارجمند به این سرویس خبری از تلویزیون تمدن. با من مصطفی برهانی خوش آمدید. در ابتدا فرا رسیدن سال روز میلاد فرخنده منجی عالم بشریت، دوازدهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت را به شما دوستداران آن حضرت و تمامی مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می‌داریم. حال مشروع خبرها. امروز 15 شعبان مصادف است با سالروز میلاد آخرین وصی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم. 12 اختر تابناک آسمان ولایت و امامت صاحب از زمان بقیت الله العظم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. آگاهان نیز با اشاره به این رویداد خجسته میگویند همه ادیان آسمانی و غیر آسمانی بالاتفاق اعتقاد به منجی داشته و باورمندند که روزی آقایی از تبار کرامت و شجاعت ظهور خواهد و جهان را از منجلاب ظلم و استکبار نجات خواهد داد. با این حال آگاهان تاکید می‌ورزند که ایده مهدوی سبب رشد و شکوفایی تمام روابط در جامعه شده و سعادت و خوشبختی را به ارمغان خواهد آورد. 15 شعبان میلاد 12 اختر تابناک آسمان ولایت و امامت قائم آل محمد حجت خدا بر روی زمین صاحب الزمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، روزی که آن را به عید انتظار، عید نور، عید عدالت جهانی، عید نمایش شادمانی ها و زوال تاریکی ها نیز مسمى کردند. حالا آگاهان میگویند ظهور منجی موعود در عصر آخر الزمان پس از فراگیر شدن ظلم و استکبار واقعیت است که مورد توافق جمله ادیان و آیین‌های الهی و وحیانی بوده و منجی با ظهورش جهان را غرق در عدل و داد خواهد کرد. باور به یک منجی، اون هم در آخر الزمان، اختصاص به دین مقدس اسلام نداره. سایر ادیان آسمانی قبل از اسلام هم بشارت دادن به آمدن یک منجی و یک نجات بخش برای بشریت در آخر زمان. به گفته آگاهان امید به منجی و ایده مهدوی در جامعه تأثیرات بسیاری داشته و سبب ایجاد یک جامعه خوشبخت و سعادتمند گشته و اجتماع را از حالت بیتفاوتی به پویایی و تلاش برای زندگی بهتر سوق می‌دهد. سمبول و مظهر ارزش هاست که در جامعه به عنوان یک انسان کامل ظهور پیدا میکنه و میتونه که جامعه انسانی را به سعادت برسانه و انواع ارزش های انسانی را در واقع در جامعه دینی و اسلامی بارور بسازند. با این همه ذکر کثیر دعا و عبادت، زمینه سازی برای ظهور، امر به معروف و نهی از منکر، دوری از گناهان آخر الزمان از جمله آداب منتظرین در دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بوده و منتظرین واقعی باید با انجام این آداب خود و جامعه را برای ظهور حضرت صاحب الزمان علیه السلام آماده سازند.
در همایش بزرگی به مناسبت نیمه شعبان در هرات مطرح شد که بیشتر از هر زمانی نیاز آمدن صلحی است تا بتواند یک دستگی را میان انسانها پیاده کند. گفته شده هیچ نوع نظام ساخته دست بشر نتوانسته آرامش و سعادت را به بار آورد. به همین خاطر یک دنیا در انتظار منجی قرار دارد. از جانبی هم گفته شده بی‌عدالتی در همه جوانب مذاکرات صلح کشور و به خصوص نسبت به مردم غرب افغانستان دیده می شود. مراسم بزرگ میلاد منجی عالم بشریت، آخرین امام رحمت حضرت مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه شریف در مهدیه بزرگ هرات، همایشی که با حال و هوای صلح، آن هم صلح جهانی آمیخته بود. حرف مصلح جهانی است، کسی که می آید تا بدیها بروند، بدیهایی مثل جنگ. آیا جامعه بشری نیاز به یک مصلح جهانی دارد؟ نیازی به یک منجی جهانی دارد؟ آیا این اعتقادی که ما داریم که روز مهدی موعود ظهور می کند، روز کسی ظهور می کند که او حکومت عدل جهانی را برپا خواهد کرد، او شعار لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را در این کره خاکی به اهتزاز خواهد آورد. فرماندهان جهادی هم اینجا حضور دارند، کسانی که سرد و گرم نظام های ساخته شده دست بشر را دیدند. میگویند هیچ کدام نتوانستند انسان ها را به سعادت برسانند. همه چیز منتظر نظام و ساختار الهی است که در دستان حضرت مهدی موعود قرار دارد. تمام تفکرات ما تجربه کرد، اندیشه های ماتریالیستی، ماکیاولیستی، امپریالیستی، نشنالیستی، همه را تجربه کرد. آیا پاسخگو بوده است؟ آیا جوابگوی خواسته های بشری بوده است؟ اگه بودن، جنگ ها به خاطر چیست؟ جدال ها به خاطر چیست؟ جنگ اول و دوم جهانی به خاطر چی بوده است؟ جنگ بین این کشور و اون کشور به خاطر چی بوده است؟ تعرضات این قدرت علیه اون کشور به خاطر چی بوده است؟ به خاطر همین بوده است که تابع افکار و اندیشه دینی نبودن، به نام دین، به نام مذهب، به نام قرآن هر کاری خواستن کردن. این همه صحبت از عدالت و صلح جهانی شد، اما قسمت هایی از این برنامه درد دل های جوانان فعال هرات بود. در مذاکرات صلح افغانستان هیچ نقشی به مردم غرب کشور داده نشده. جمعیتی حدوداً 10 میلیونی که در برنامه ریزی ها قرار نشده تا صدایشان شنیده شود. در جریان صلح ما گله هم داریم به عنوان جوانان. دو طیف بسیار بزرگ نادیده گرفته شدن در این جریان. طیف اول که ما میخواییم به او بپردازم حوزه جنوب غرب است با 8 الی 12 میلیون جمعیت. متاسفانه تا حال به سراغ این مردم نمودن، کسایی که دخیلن در بروسه صلح و این مردم به اصطلاح جایگاهی که دارن در نظر نگرفتن. با تمام وجود روزهای نخست امسال مصادف است با 15 شعبان و سال روز میلاد حضرت مهدی اجل الله تعالی فرجه شریف. مردم هرات در چنین روزی آرزوی صلح دارند، صلحی که نه تنها افغانستان بلکه همه دنیا را یک دست کند. یحیی فولادی، تلویزیون تمدن، ولایت هرات. رئیس جمهوری صبح امروز به هدف شرکت در نهمین اجلاس وزیران خارجه قلب آسیا کابل را به مقصد دوشنبه ترک کرد. قرار است آقای غنی در نشست افتتاحیه این اجلاس صحبت کند. این نشست با میزبانی مشترک وزرای خارجه افغانستان و تاجیکستان و با حضور رؤسای جمهور هر دو کشور برگزار می‌گردد. قرار است در این اجلاس روی تقویت اجماع منطقه‌ای، مذاکرات صلح افغانستان و توسعه همکاری‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی بحث و تبادل نظر گردد. سفر رئیس جمهوری به تاجیکستان برای شرکت در نهمین نشست وزرای خارجه قلب آسیا، اجلاسی که با میزبانی افغانستان تاجیکستان برگزار شده و 13 وزیر خارجه در آن حضور خواهد داشت. تقویت اجماع منطقه‌ای در مورد صلح افغانستان، توسعه همکاری‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی میان کشورهای منطقه از موضوعات اصلی بحث در این نشست خواهد بود. انتظار می‌رود محورهای اصلی صحبت‌های آقای غنی نیز در این نشست پیرامون صلح با طالبان باشد.
در این پروسه ماستیم که اعلامیش مساودیش آماده میسازیم، در این پروسه ماستیم که اولویت های خود در اصل قرار میتیم. با تجارب 20 ساله که ما داریم در این پروسه تصاحب ما باعثی ازی شده که اعتماد ایجاد شود. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری نیز آمده آقای غنی در جریان این سفر دو روزه ضمن شرکت و سخنرانی در نشست یاد شده با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، نخست وزیر و رئیس مجلس نمایندگان آن کشور دیدار می کند. بر بنیاد اعلامیه قرار است در این دیدارها در مورد گسترش مناسبات و همکاری ها میان دو کشور در عرصه های مختلف بحث و گفتگو شود. در سفر دو روز و لپاره دی پا کنفرانس که در اشتراک تر سنگ با در افغانستان جمهور رئیس، در تاجیکستان جمهور رئیس، در اغیه هواد لسیدر ازم او در پارلمان رئیس سر در دوال هوادونو در اولیکو پر پراختیا باندی لیدنی او ملاقاتونو ولاری. پروسه استانبول از سال 2011 با برگزاری در شهر استانبول ترکیه آغاز شد و پس از آن نشست سالانه در شمار از کشورهای عضو به ویژه افغانستان دایر گردید. هدف نشستات تقویت صلح و رفاه منطقه‌ای گفته شده است. در حال حاضر 14 کشور منطقه از جمله ایران، پاکستان، هند، عربستان و چین عضوی اصلی این نشست و 17 کشور و 14 سازمان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هم اعضای ناظر آن هستند. بیننده های ارجمند، برای بحث بیشتر در این مورد هم‌اکنون آقای دکتر لطیف نظری آگاه مسائل سیاسی از طریق اسکایپ با ماست. آقای نظری سلام، با شما وقت شما بخیر. بفرمایید که نهمین نشست وزرای خارجه قلب آسیا را چگونه ارزیابی می‌کنید شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تبریک به مناسبت جشن نیمه شعبان و میلاد پربرکت منجی عالم بشریت حضرت ولی عهد رجل الله تعالی فرجه الشریف، در پاسخ به پرسش شما باید بگوییم که با توجه به شرایط کنونی افغانستان این نشست می کنه خواهی زحمیت باشد، چون افغانستان در تأمین صلح پایدار به اجماع منطقه‌ای و همگرایی کشورهای منطقه نیاز دارد. بنابراین من فکر میکنم با توجه به اینکه تاجیکستان هم از جمله کشورهای همسایه افغانستان محسوب میشه و در واقع در معرض ترانزیت و تجارت مواد مخدر و قانون ناامنی افغانستان در کشورهای آسیاگانه محسوب میشه، از این منظر من فکر میکنم این نشست در این کشور میتونه در افغانستان مهم پردازش شود. بنابراین برداشت ما این است که با توجه به این که نشست استانبول در پیش هست، جمع شدن 50 کشور و نهاد منطقه‌ای و بین المللی در این شرایط میتونه مهمترین قانون توجه صدای صلح افغانستان تلقی شود. البته این مشروط به این است که اجتماع افغانستان بتونه پیام افغانستان و پیام مردم افغانستان در به این اجلاس به درستی به مخاطب تقدیم بکنه و در واقع یک نوع همکاری مشترک در ارتباط با صلح افغانستان به بتونه رقم بزنه. بله، با توجه به مذاکرات صلح، جناب آقای نظری و شما هم اشاره داشتین که این نشست فرصت مناسبی برای یک اجماع نظر منطقه‌ای است. سوال اینجاست که چقدر افغانستان تانسته که به یک اجماع منطقه‌ای نسبی حداقل برسه و چقدر کار شده در ارتباط؟ خب واقعیت مسئله است که افغانستان تا حال را در شکل دهی اجماع منطقه‌ای و حتی اجماع داخلی ناکام بوده و همین دلیل است که هنوز هم طالبا دست برتر در تحولات جنگ و صلح افغانستان ایفا میکنند و همچنین کشورهای منطقه هنوز دیدگاه های متعارض نسبت به تحولات صلح افغانستان دارد و با توجه به تنشی که بین آمریکا و شمال از کشورهای تاثیرگذار منطقه با وجود آمده، از جمله تنش اخیری که بین آمریکا و چین و روسیه شکل گرفته، من فکر میکنم که میتواند تحولات صلح افغانستان و بحث اجماع منطقه‌ای را تحت تاثیر قرار بده. بنابراین نشست استانبول یا کشورهای قلب آسیا از این منظر میتواند برای افغانستان مفید و سودمند تمام شود که در این نشست ای ایالات متحده آمریکا نیست که کارگردان این نشست باشد، بلکه کشورهای منطقه، کشورهای همسایه و کشورهایی که با افغانستان منافع مشترک دارن میتونه در ارتباط با صلح افغانستان بحث بکنه و قطعا از این منظر این نشست میتونه برای آینده افغانستان مفید تمام شود. بنابراین من فکر میکنم که هنوز هم افغانستان راه پرفراز و نشیب را باید طی بکنه و در ارتباط با شکل دهی اجماع منطقه‌ای موفق نبوده
هم سیاست خارجی افغانستان در ارتباط ناکام بوده و هم حلقه هایی که در ارتباط با صلح افغانستان تا حدود تلاش کرده، من فکر میکنم دستاورد قابل توجهی نتونسته به دست بیاره. بنابراین یکی از این فرصت ها میتونه این نشست باشه که امیدوار هستم در ارتباط عمیق و ژرف به مسائل صلح افغانستان و پیچیدگی هایی که صلح افغانستان با او داره در ارتباط با شکل دهی اجماع منطقه‌ای توجهی دقیق تری صورت بگیره. بله، به عنوان آخرین سوال بفرمایید که از طرف یوناما اعلام کرده که فعلا فرصت مناسبی برای برگزاری نشست قلب آسیا نیست. دلیل این اظهارات به نظر شما چی هست و مشکل کار در کجاست که یوناما همچین اظهار نظری کرده؟ خب من فکر میکنم که هر مجموعه میتونه نظر خود داشته باشه، ولی باور من ایست که چنین اظهار نظرهای ممکن است در ارتباط با تحولات کلان بین المللی تحت تاثیر رقابت ها و تنش ها و منازعاتی که در سطح منطقه و سیاست بین الملل جریان داره شکل بگیره. اما اگر ما نگاه رئالیستی و واقع گرایانه به تحولات افغانستان و ترامون افغانستان داشته باشیم، ما فکر میکنم این نشست میتونه نشست مفید و سودمند باشه، به دلیل اینکه تمهیدات را میتونه فراهم بکنه برای نشست استانبول و قطعا دیدگاه هایی که در این نشست مطرح میشن میتونه بیانگر نظریات مختلف در ارتباط با صلح افغانستان باشد و نوی موضع گیریم که در واقع رای حل هایی که ارائه میشه قطعا میتونه یک جنبندی خوبتر برای نشست استانبول از سوی مردم افغانستان و دولت افغانستان فراهم کنند. بنابراین برای ما چه مهم است که ما به دنبال تامین منافع ملی خود و صلح پایدار در افغانستان باشیم. ای که هر سازمانی چی ابراز نظر میکنه یا هر کشوری با توجه به منافع ژئوپلیتیک خود چه نوع موضعی را مورد توجه و دقت نظر قرار میده، برمیگرده به خود از اونها. از نظر من این نشست میتونه برای دی افغانستان تمام شود و یک جمعی میتونه به رسول افغانستان تلقی و تفسیر شود. جناب آقای دکتر عبداللطیف نظری، آگاه مسائل سیاسی، ممنونم از حضور شما در این تماس اسکایپی. تشکر از شما. حال ادامه خبرها. شماری از جوانان و فعالان مدنی در ولایت غزنی طی یک گرد همایی با حمایت از روند صلح از هیئت گفتگو کننده میخواهند که در جریان مذاکرات باید به جوانان هم نقش داده شود. آنها مدعیان که مشارکت و سهم جوانان در روندهای مهم سیاسی به ویژه صلح سرنوشت ساز و حیاتی است. در همین حال آگاهان نیز با استقبال از این حرکت میگویند جوانان نیروی فعال جامعه اند و باید در روند صلح سهیم باشند. صلح رویای دیرینه مردم افغانستان، پدیده‌ای که پس از کلید خوردن مذاکرات صلح دوحه قطر، شهروندان کشور بارها برای تبدیل شدن این رویا به واقعیت مجالس و محافل را برگزار کردند. شماره از جوانان غزنی نیز در گرد همایی خواهان سهمشان در مذاکرات صلح شدند. ما صلح را با جسارت خود می‌خواهیم و میکانیزم هر سواد همه چیز داریم ما، فقط اگر حکومت، اگر گروه طالبان و همکارای خارجی ما از ما بخوایند، ما طرح مشخص را میتونیم برشان ارائه بکنیم که جوانای افغان طرح مشخص را دارند، میخواین جایگاهشان، نقششان در پروسه صلح مشخص باشد. جنگ برای ما یک واقعیت بوده، اما صلح برای ما یک رؤیا بوده. ما باید یک چنین مجالی و یک چنین محفلی را فراهم کنیم و یک گفتمان را راه بیاندازیم که چگونه می توانیم ما صلح را هم به یک واقعیت زمان و زندگی خود تبدیل کنیم. که چیری په دوار طرفو کې وګورو، دوار طرفو کې زبانان شیدان کیږي، په دوار طرفو کې زبانان لمنځځي، دوار طرفو کې یوازینی که د دې قوت د غزبانان دي، خو متاسفانه دی زوانان یو بغت کش کردی دید. در همین حال آگاهان نیز از این اقدام جوانان استقبال کرده میگویند مشارکت جوانان برای تأثیر گذاری بر مذاکرات صلح باید با عنوان پول حیات شناخته شود و خواسته های این قشر نباید نادیده گرفته شود. هر چوک چه دیدی المر دی تلو لفاره، دیدی پسرلی دراتگ لفاره و دیدی اختر دی المنزل لفاره یا دراوستو لفاره هد چی کهی حقا که زوانان دی و کس بینگیری دی مگلتولو نا شکریه که و هیغی تا دیغی حدسو تا دی قدر پسترگ گورو
الله دې ورته د هر قدم په مقابل کې ورته حسنات ورکړي. همدا ځوانان دي چې له مسؤلیت ډک بار ته اوږه ورکولی شي، همدا ځوانان دي چې د سولې غږ یې د سفارتونو او نړیوالو تر غوږو ورسوو. افغان حکومت مکلف دی چې د ځوانانو له مثبتي انرژي، ځیرکتیا، قوت څخه اغیزمنه استفاده وکړي. از سوی همشماره شرکت کنندگان در این محفل به این باورند عدالت و صلح زمانی در کشور تأمین می‌گردد که ریشه تمام تعصبات و تبعیض‌ها خشکانیده شود و تمام مردم به ویژه جوانان متحدانه در این راستا گام بردارند. وسیله دست دیگران نشویم. بیاید این همه تعصبی که به خاطر رهبرا ما داریم این از بین ببریم. بیاید این همه به صفت یک افغان تلاش بکنیم به خاطر تامین صلح در افغانستان. بگذریم از قوم، بگذریم از نژاد، بگذریم از مذهب. امروز بدبختی ما عدم تامین صلح در افغانستان، خونریزی هایی که امروز جریان داره، فکر کنم همش ربط داره به این که ما متحد نیستیم. در این محفل همچنین از طرفهای درگیر جنگ خواسته شد که از جنگ، خشونت و کشتار غیر نظامیان دست بکشند، زیرا ادامه جنگ به جز بی‌ثباتی در کشور هیچ فایده دیگری ندارد. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری میگوید طالبان مدتی از ورسوالی جوند بادغیس را در محاصره غذایی قرار داده است. آقای صالح افزوده این گروه باشندگان محل را به جرم انتقال نان، شکنجه و حتی به قتل میرساند. او تاکید کرده این محاصره به زودی خواهد شکست. به گفته او طالب نه تنها تغییر نکرده است بلکه عقده‌مندتر شده است. این در حالی است که منابع محلی در ولایت هلمند نیز گفتند شب گذشته یک پست نیروهای امنیتی در منطقه مهاجر بازار ولسوالی گرش که این ولایت هدف حمله یک موتر بم قرار گرفته است. هنوز جزئیات دقیقی از تلفات جانی و خسارات بجامانده از این انفجار مشخص نیست. اما بر اساس آمارهای ابتدایی در نتیجه این حمله دو سرباز جان باختند. با این همه آقای صالح گفته چه این گروه صلح کند یا نکند این لکه ها از پیشانیشان دور نخواهد شد. وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرد روابط با چین به طور فزاینده خصمانه شده. آنتونی بلینکن گفت چینی ها دشمن این کشور است و واشنگتن می خواهد از موضع قدرت با بیجینگ رابطه برقرار کند. همزمان رئیس جمهوری آمریکا نیز از امضای قرارداد سند راهبردی چین با ایران ابراز نگرانی کرد. بیننده های عزیز و ارجمند، در همین شب به پایان این سرویس خبری رسیدیم. از اینکه تا این دم با ما همراه بودین ممنون و سپاسگزارم. روز خوش، خدا نگهدار.